واکنش گروه طالبان در پیوند به لغو نشست قطر. گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت افغانستان مقصر اصلی در لغو نشست قطر است. در این اعلامیه آمده است که حکومت افغانستان با نشر فهرستی از اشتراک‌کنندگان در گفتگوی بین الافغانی در دوحه که با محل برگزاری در دوحه تناسب نداشت و همچنان امکان پذیرایی آن وجود نداشته است. طالبان همچنان در این اعلامیه گفته است که حکومت افغانستان با نشر فهرست 250 نفری که خود یک گام ضد صلح خوانده می شود کوشش کرده است که از این طریق گفتگوهای بین الافغانی را در دوحه به تعویق بیندازد. اما در خبرنامه که از سوی ارگ منتشر شده آمده است که بعد از اینکه تمامی آمادگی ها برای رفتن به قطر گرفته شده بود، یک فهرست جدید از جانب حکومت قطر که در آن شمولیت تمام اتباع افغانستان به طور متوازن در نظر گرفته نشده بود به معنای بهترامی به خاص مردم افغانستان بوده و به ما رسیده که این عملکرد در مغایرت با اصلهای دموکراسی و مجموعه اصول قبول شده بین المللی است. سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. ما امین بابک هستیم و میهمانان ما آقایان احمد سعیدی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی، آقای خانم ایلا ارشاد عضو مجلس نمایندگان افغانستان و همچنین آقای دکتر ظریف امینیار استاد دانشگاه ایالات متحده آمریکا از طریق خط اسکای با ما است. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای سعیدی با شما آغاز میکنیم. با آنکه طالبان واکنش نشان داده و یکی از دلایل اصلی لغو نشست اشتراک کننده های بیش از حد خوانده و گفته که حکومت افغانستان قصدن میخواست که این شخص لغو شد با فرستادن 250 نفر، شما چقدر نگران از این هستین که لغو این شخص دورنمای صلح افغانستان بیشتر به خطر روبرو بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای بابک، محترم خانم ارشاد، آقای دکتر امینی و بیننده، سلام عرض ادب دارم. عقیده می طور است که همونطور که در سرنوشت صلح و جنگ دولت افغانستان توان و اختیار و صلاحیت اون رو نداره که حرف اول آخر بزنه، گروه طالبان هم این حق ندارن که حرف اول آخر بزنن. اگر طالبان میگن که ما این مذاکرات به خاطر لستی بالا بلند به تعویق انداختیم، نه، طالبان هم کسانی دیگری دارن که به دستور از اونا حرف میزنن و سخن میزنن. ولی از طرف دیگر واقعا لستی که 250 نفر از طریق کابل تیار شده بود خیلی شرم‌آور بود، خیلی خجالت‌آور بود. بسیار از فامیلا بودن که حتی مادر و دختر، مثلا یک خانمی به نام مقدسه یورش و ادیبه باهاش مادر و دختر است، یا از خانمی از ناظر پدر و دختر، یا از فامیلی دیگه ای، از فامیلی دیگه ای از همی قبیل. مثلا حقوق زنها از ولایت بدخشان 5 نفر، از مثلا من از ولایت غور هستم، از ولایت غور نه مرد نه زن یک نفر نه، اما از یک ولایت دیگه 5-6 نفر. یعنی این چی معنا داره؟ این لست خیلی خجالت آور بود و هر کس اصل دلیلی که می لست هیئت مذاکره کننده به پیمان طویل باشه، یعنی در دنیا معمول است که هیئت مذاکره کننده هیئت مختصر می باشه، میرن مذاکره میکنن و نمایندگی میکنن از مردم هم کشور. اما در افغانستان میبینیم 250 نفر. دلیل همی در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی که میلیون ها نفر کشته شده در مذاکرات پوتسدام، شما تاریخ بمانین، مجموع مذاکره کننده 8 نفر است در تمام دنیا. من میگم 20 نفر 30 نفر. علت چیست؟ متاسف هستم چرا این لست ترتیب شد. از یک طرف لست اشخاص و افرادی در بین این لست بود که قابل احترامن، فهمیدن، دانشمند است. اشخاصی به بین لست بود که بی سواد بودن، حدود عربه افغانستان نمیفهمند که طرف شرق کجا است، غرب کجا است. اینا چی خاطر میرفتن؟ عروسی ننهشان بود، عروسی خاله شان بود که اونها خبر کرده بودن، به میمونه خوردن میرفتن، چی بنا؟ دو، علت چی است که ضعف و ناتوانی ما را نظام نشان میتونه که ما چقدر در داخل خود به مشکلات مواجهیم که به سر یک هیئت 10 نفری یا 20 نفری به تفاهم نمیرسیم، به سر یک هیئتی که بره مذاکره کنه حرفی برای گفتن داشته باشه به تفاهم نمیرسیم. ما خیلی بیچاره‌ایم. من میگم، پیشنهاد میکنم به دولت محترم، به حکومت محترم، اول نظامی موجود، یعنی حاکمیت موجود، اول در بین رهبری حکومت، چه میگم، بین رهبری حکومت بین خود اشتی کنن، دوم با ملت اشتی کنن، ملتی که در زیر سایه‌شون است، سوم با اپوزیسیونی غیر مسلح اشتی کنن، باز بعدن برن به طالب اشتی کنن. تا شما اجماع داخلی را در بین مردم افغانستان به وجود نیاورین، تا اجماع بین اپوزیسیونی که غیر مسلح هستند در سایه دولت به وجود نیارین، ده هدف هم که 250 نفری تیار کنین، از این که خجالت‌تر هم میشن، شرمنده‌تر هم میشن و نتیجه‌اش هم هیچ معنا نداره. چقدر
طالبی را که ما تا دیروز انتقاد میکنیم میگه که خو روسی نیست که بوتل کابل شما خبر کرده باشد. حتی یک تعداد بیچاره زنا مردا به مشهر نو میگشتن، بکس خریده بودن، بندای بوت خوربسته کرده بودن، بعضی سامان ایر بخره، بعضی این سامان بخره که به دبی توفن بریم، به قطر توفن بریم، ولی توفای از اینا قرض کردن پول. این بیچاره این که خجالت میکشن و نمیکشن که پیاله، ولی من خجالت میکشم. از یک سو یک پرسش بود، اما پرسش دیگه ای که مثلا لغو نشست در وضعیت اساسی که افغانستان نیاز به قراری صلح داره، چقدر میتونه که دو نمایت خراب تصمیم دو دروغ و دو راست وجود داره. اول دولت افغانستان میگه که ما آمادگی داشتیم، از طرف طالبان لغو شد، حکومت قطر لست دیگه ای را داد که تعرض به حیثیت و منافع ملی و استقلال ما بود. اگر دولت راست میگه این لست چه افشا نمیکنه که قطر کدام لست داد؟ اگر راست میگه، اگه دروغ میگه خود دروغ میگه. همین چی رسانه ها امروز آزادن بگویه که نمی لستی در افری 15 نفر رای کرد تا مردم بفهمه که کدام های قطر است. دولت میگه لستی دیگه روان کرد. قطر چی میگه؟ قطر میگه ما نکردیم لستی روان. حتما یا حکومت دروغ میگه یا قطر دروغ میگه. دوم طالبا میگه ما لغو کردیم. طالبا چیکاره است که لغو کنه برادر؟ حتی شنیده شد نه ایره طالبا گفته که حکومت افغانستان با لغو امین نشست خواسته که گفتگوهای بین الافغانی را صدمه برسانه و به تاخیر بیندازه. در اعلامیه که من دفاع نمی‌کنم، حکومت افغانستان کی گفته بود که ما 10 نفر رای میکنیم؟ شاید گفته باشه 250 نفر رای میکنیم. حکومت قطر میزبان بود، حکومت قطر بود. طالبا شما اونجا نونخوری به قطر هستین، شما را چی؟ شما خود دعوت نمیدین، شما میمون نبودین. باز که میامدن شما با 25 نفر مذاکره میکردین، مثلا دیگران میموندن که بازار کوچه ها میگشتن، مثل که اینجا کوچه ها میگردن اونجا میگشتن. سپاسگزارم آقای امینیار. اول خود دلیلی که مثلا 250 نفر از کابل میره به خاطر مذاکره با گروه طالبان، فکر نمیکنید که یک امر غیر معمول است در مذاکراتی که در سراسر دنیا انجام شده؟ دومی که امی لغو این نشست از سوی حکومت افغانستان چقدر عواقب بد داره برای آینده مذاکرات؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و ملت بزرگ و فداکار افغانستان. من فکر نمی کنم که موضوعات آنقدر ساده باشه که ما طور تحلیل میکنیم. یک برخی از اشخاص افراد و گروه های با تبانی با پاکستان و GHQ در افغانستان بسیار به شکل ماهر کوشش میکنن که به طالبا قدرت ببخشن، نفوذ طالبا را بیشتر بسازن و طور جلوه هدفتان از این گروه ها کی است آقای امینیار؟ بالاخره طور کوشش میکنن که طالبا را برحق بسازن، در حالی که طالبا هیچ اراده مستحکم به خاطر صلح ندارد. شما گفتیم برخی از گروه ها در تبانی با پاکستان، این گروه ها در داخل افغانستان است، سیاسیون درون بیرون از حکومت در داخل افغانستان هم هستن، متاسفانه که در داخل حکومت هم جای گرفتن و بیرون از افغانستان هم هستن. بعضی کشورها وجود داره که دخالت میکنن در امور داخلی افغانستان. من برای شما مثال میتونم که طالبان چگونه اراده مستحکم و خاطر صلح ندارن. قبل شما اطلاع دارین که حکومت افغانستان یک هیئت بسیار مختصر را با قطر فرستاده بود که طالبان نخواستن با ایشان ملاقات کنند. به معنای عزیز که طالبان هیچ کار به کمیت مردم نداره. اگر مشکل به کمیت داشته بودن خب 100 نفر در مسکو، 100 نفر در مسکو ملاقات میتونن که در بازی کرده میتونن یک نشست 150 نفری در اونجا انجام میابد. میتونست که یک نشست 300 نفری هم در قطر انجام بیابد. اما بس کمیت در نشست نیست، این بس استراتژیک است. طالبا وابسته به اشخاص افراد و گروه ها هستند که همان طوره که آقای سعیدی گفت که استقلالیت خود ندارند، بران اشخاص افراد در داخل هستند که به یک معایده و یا توافق به طالبا و به حکومت پاکستان رسیده بودند و بعضی گروه های خارجی که بتوانند نشست حکومت افغانستان فاقد رسمیت بشناسند و همچنان در این رابطه حتی ای احتمال و اطلاعات وجود داره که یکی از رهبران آقای امینیار خود شما این مسائل اشاره کردین، فکر نمیکنید که یک بخش عمده ضعف به حکومت افغانستان هم برمیگرده؟ شما میبینید که یک لیست بسیار طولانی و چیزی که بیشتر به موقف گیری های طالبان قوت بخشید، مثلا لیست مذاکره کننده های 250 نفری،
این چیزی بود که بیشتر موقف طالبان را قوت داد و طالبان هم در اعلامیه گفتند که این محفل عروسی نیست که به پیمان آیت مذاکره می با در دوحه و با آنها مذاکره میکنند. کسانی که همی بحث آرسی محفل آرسی نیست و این را مطرح میکنند خیلی یک بحث غیر اخلاقی است و به خلاف منافع افغانستان است. یک گروه تروریستی و دهشت افغانی که روزانه داره مردم را میکشند، وحشت و دهشت خلق میکنند، میایند سرنوشت افغانستان را تعیین میکنند و بالای حکومت. حالا آقای امین هاشمی میگم این گروه تروریستی خامی گروه تروریستی از حکومت افغانستان خیلی تمایل داره که با 250 نفر با این گروه مذاکره کنه. فکر نمیکنید حکومت افغانستان هم بیشتر به موقف طالبان قوت میبخشه و بیشتر بها میده برای خواستهای گروه طالبان؟ فهرستی که از سوی حکومت تهیه شده بود یک حرکت استراتژیک بود تا به جهان بفهمانند که ملت افغانستان یک ملت کثرت‌گرا و بزرگ است و طالبان یک گروه بسیار کوچک تروریستی هستند که مخالف حکومت افغانستان هستند. طبعاً وقتی که شما از یک جامعه میخواین نمایندگی کنین، جامعه افغانستان، طبیعیه که نمیتونن 3-4 نفر را به عنوان نماینده تعیین کنن، چرا که اوت یک اجماعی به وجود آمده نمیتونه. طالبا قرار نیست که با حکومت مذاکره کنن، طالبا خواستن که با افراد، اشخاص و ملت افغانستان مذاکره کنن و درست همان کار حکومت افغانستان انجام داد که از تمام اقشار و از گروه های مختلف سیاسی و جوانا و اشخاص افراد کهنسال، سیاستمدارای مختلف در این لیست موجود داشت. یعنی مشکل لیست نبوده و نیست. حکومت افغانستان آقای امینیار دوباره به شما برمیگردیم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. خانم ارشاد، آنچه که از آقای سعیدی و از آقای امینیار پرسیدم در مورد لیست و لغو نشست، باور شما در این مورد چی است که حکومت افغانستان مثلا از معرفی کردن 250 نفر هیئت مذاکره کننده اصلا امی منطقه حکومت افغانستان چی بود و مقصر اصلی امی لغو امی نشست چی است؟ طالبا میگه که حکومت افغانستان مقصر اصلی است، حکومت افغانستان میگه که خب مقصر اصلی گروه طالبا و دولت قطر است که یک لیست جدیدی رو روان کردن که در او امی توازن میان اقوام و اقشار افغانستان در نظر گرفته نشده بود در مذاکرات. تشکر. سلام خدمت شما، میمانه بسیار محترم برنامه و بینده بسیار محترم تلویزیونتان. اول خو یک سلام و درود به تمام نیروهای مسلح خود که امروز به کاکگی و به جوانمردی مبارزه کردن و حادثه امروز دفع کردن که کسایی که زخم برداشتن خداوند برشان شفای عاجل بده. دوم به موضوعاتی که میپردازیم اگه اجازه تان باشه قبل از یک سوالتان بتم به حرفای امینیار صاحب یک مکس داشته باشم. جای افتخار است که جوانای ما دکترا میگیرن و به سوی تحصیلی بلند خدا میرسانن. یک چیزی که من متوجه حرفای امینیار صاحب جوان شنیدم، دوگونگی را ما یا دوگانگی را و در گپایشان متوجه شدم. یک دفعه گفتن طالبا استقلالیت خود ندارن، باز گفتن طالبا اراده مستحکم برای سلطه ندارن. کس که استقلالیت نداشته باشه اراده از کجا پیدا کرد؟ و دوم گفتن که مشکل از لیست نبود. پیشتر سعیدی صاحب هم یک اشاره داشت به لیست و چند نام را برد. ما باز تکرار را میخواییم بگوییم که اول خود در مذاکره در مقابل 20 یا 25 نفر من خودم شدیدا مخالف فرستادن 250 نفر بودم که اون لیست بسیار یک لیست غیر متجانس بود. اولین کسی که در مقابل از لیست صدای خود بلند کرد من بودم، اما به این مانانه که نام من حذف شده بود انتقاد کرده بودم، چون اول نام من در لیست بود بعد نام من حذف شد. خب برای من هر بزرگی که از این مملکت میره، هر خانمی که از این مملکت میره، من میفهم که منافع ملی کشور در نظر گرفته پس خواهد آمد. مهم نیست که شخص من هستم یا نیستم، اما نقایصی که برای آقای امینیار ما میخوایم بگویم که این لیست داشت، در این لیست مادر و دختر بود، ایور و زن بیادر بود، از یک فامیل دو نفر و سه نفر بود، چندین جای یک جای هم نی.
52 نفر خانم بود و 100 چند نفر یا 103 نفر 203 نفر از برادرای ما بودن. در بین خانما حتی می تعادل قومی و لیاقت و شایستگی را مراعات نکرده بودن. مثلا در سر لست که از برادرای ما بود زیاد توجه نکردن. در لست که خانما بودن ما وقتی که دیدم 28 نفر از قوم تاجک بود، 13 نفر از قوم هزاره و 8 نفر از قوم پشتون و یک نفر دو نفر هم از قوم دیگه. اگر در هر چیز تعادل قومی حفظ میشه، در اینجا چرا حفظ نشد؟ اگر در دیگه مسائل حفظ نمیشه، برای ما مثلا مهم نیست. برای نمایندگی من خانم اگر سرای دلیل بره، ما بسیار خوش میشم. برای ما چون از قوم وزبه کس فرق نمیکنه، اما اگر در هر چیز زد خورد قومی باشه، در اینجا چرا زد خورد قومی نبود؟ یا فرزند از یک فامیل گفتیم فوزیه اورال و آقای عزیز اورال یا زرقای افتلی و واقف حکیمی که کلشان از یک فامیل هستن، یا مثل که سیدی سلام گفت مقدسه یروشعبی به وهاج، و یا گپ جالب دیگه که تنها از بدخشان 5 خانم بدون مرد 5 خانم بود. این لست را که هر کس ترتیب کرده بود، خب معلوم دار البته این لست از طرف عذاب هم ترتیب شده بود. کل گپای من متوجه آقای امینی یارسه بود، بعدن به سوال تر میایم. این رسه ایست که مرد مثلا عذاب معرفی کرده بود، عذاب هم خوب کار نکردن که می کار کردن، و وقتی که پس لست در ریاست جمهوری توحید می شد، باید همچون مسائل در نظر گرفته می شد. که البته ما بر اساس انتقاد خود به شورای امنیت رفتم، امرای مشاور صاحب امنیت دیدیم، بسیار لطف کردن، امرای ما همکاری هم کردن و گفتن واقعا این جفاست که مثلا از یک ولایت 5 خانم میره و یک ولایت جنوبی بیچاره که اولاد خود از دست داده، یک مادر که اولادش پیش روش گردن بریدن، اون نمیره. من میگفتم اونمو خانم میره ببرین که درد اولاد خود برای زو طالب بگه که طالب جان تویی که اولاد ما در پیش روی ملال کدی، من اینقدر درد دیدم، بیا ما تو رو بخشیدیم، خب بیا صلح کن. این خانمای دیگه یا این برادرای دیگه که لوکس لوکس کات بوتای کوری بلند کلی پخش برا خود برا و به خاطر از اینکه باش منافع خود حفظ کرده باشه و طالب باز بگه که طالب جان باز وقتی که اومدی من اینجا هستم، وضوش کنی مرا قرض نگیری، بلند منزل مرا قرض نگیری. زیادتر مردم به خاطر نگاه پا میرفتن. یک 20-30 نفر در وو لست در 250 نفر کسایی بودن که واقعا باید میرفتن، رهبرا بودن، سیاسیون بودن. امروز ما هیچ مخالفت نداریم، اونم که یک طبقه کوچک کفایت میکرد که برای زیاد نفر کفایت نمیکرد. و یک چیزی که مردم تبصره دارن که گویا حکومت بسیار دست زده دیلست و بسیار به تشویش است و زیادتر خواستک طرفدارای خود روان کنن، ما میخوایم با حکومت بگویم که امی تصمیم گیری نهایی خب بالاخره از شماست. این کسایی کجا میره تصمیم خود گرفتن میتونن صرف مذاکره میکنن. اگه مشخص سر پرسش بر بگردین بنان اونا ما این تشویش نداشته باشد و هر آن کسی که این پروسه رو تعویق انداخته یا باعث اخلال ازی شد و باعث کنسل شدن شد، یک جفای عظیم به حق ملت انجام دادن. این حال میایم به سوال شما. وقتی که ما بخوایم صلح کنیم، امیال در افغانستان از هر چی که زیادتر بر ما صلح ارزش زیادتر داره، برای زی که از اکسیژن و هوا که بر ما نیاز زیادتر به صلح داریم. این حال وقتی که سیاسیون ما، مردم ما، حکومت ما حتی یک لست اینا در ظرف یک هفته درست کرده نتالستن، چندین باری لست تغییر تبدیل شد، چرا رئیس جمهور یک قاطعیت به خرج نداد؟ مثلا نگفت که از تمام اعضا یک نفر نماینده معرفی کنین، درست است، بس است. خب یک پرسش، یک سوال هم اینجا است و یک نگرانی هم است. مثلا در برخی بزرگ از موارد حکومت افغانستان شما می‌بینید که نقش عمده نداره. پیش از اینکه شورای مصالحه تشکیل شود، شما می‌دیدین که مثلا به رهبری آقای عامد کرزی جلسات برگزار میشه، در نشست مسکو رفتن شرکت کردن، برخی از حرکات هم ایالات متحده آمریکا سازماندهی میکنه. حکومت افغانستان تا حد در برخی از موارد به صلاحیت و غیر تصمیم گیر باقی مانده بود. فکر میکنید که اگر حکومت چنین کار را میکرد قابل قبول میبود برای تمام طرف ها؟ ببینید من میگم حکومت از اول برای زیان نمیگفتن که اعضایتان معرفی کنین. اینجا خو یک چیزی را که با معذرت میگم، در افغانستان مردم حالا کلگ عزت میخرن، حالا عزت خرید و فروش میشه، مثل که وکالت خرید و فروش شد. هر کس گفت باش که بریزی که وکیل شوم، من باید 10 میلیون دلار مصرف کنم، بریزی که نام وکیل سرم باشه، مسئولیت قانونی داشته باشم. این بنان این عزت خرید آن هم این قصه است. ای کسایی که وار خطا بودن قبول نداشتن که والا نام ما پس شد و ما تحریم میکنم بایتوی تو، اینا خب میخواستن که به خود یک عزت بخنن کجا برن بر مردم شان که ما قمایم هستم که قطر آمدیم که طالبا گپ میزنم. اینا لینمی خود
ستایی را یا خودپسندی را باید ما و شما کم کنیم. خیره که من نرفتم، تو نرفتی، اون نرفت. خب مثلا کرزی صاحب، استاد سیاف، این بزرگای ما اینمی ها که میرن اونمو بس است. دولت آمریکا باید دست باز نمیداد که مثلا روزها معطل شد که الا لست بیای و لست آمد و لست رفت، نام ما کم شد و نام تو زیاد شد. یک قاطعیت باید آقای غنی از خود نشان میداد، میگفت مثلا 72 حزب هست، هر کدام یک نفر معرفی کنید، امور میریم 10 نفرش برای مذاکره میشن، باقیش خیره. اگه چکر رو میزدن خیره، فرق نمیکنه. اینا میایم به این که چرا اینا تو میشه. ما تنها حکومت نمیخوایم ملامت کنیم، ما تنها نمیخوایم که سر حکومت بتازم که از تو نیست، اینیم حکومت مقصر است، حکومت هم مقصر است به جای خود. ما از مردم خود گله دارم، مردم عام افغانستان. ما از سیاسیون و عذاب گله دارم، از من جمله کاندیدا. ما از حکومت گله دارم، من نیست یک وکیل، من نیست یک کسی که در بین مردم زندگی کنیم و صدای مردم هم میخوایم برشان بشنوانم. اولش خواهیم از مردم اگر شروع کنیم، 80% کسایی که رای دادن، رای خدا و تذکره خدا فروختن. وقتی که اما تنگرامی تو که رای تا و تذکره تا مفروشی، تو چو تو توقع داری که وکیل سبا روز برد چکار؟ تشکر خانم ارشاد، سپاس دارم. تشکر، ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای سیدی، ارچند شما پیشتر گفتین که اگر خب مسئله لست از سوی دولت قطر باشه، گفتین باید حکومت افغانستان رو افشا کنه، در حالی که دولت قطر این مسئله رد کرده. اما با توجه به مجموع لجاجت هایی را که حکومت افغانستان در پیوند به مذاکرات با گروه طالبان انجام داد و بالاخره در یک نقطه آمدن شورای مصالحه را تشکیل دادن و یک دیدگاه واحد به وجود آوردن، آیا به این باور موافق هستین که دلیل اصلی فرستادن 250 نفر تخریب مذاکرات بین لوانی و نشست بین لوانی بین گروه طالبان و سیاسیون بود؟ نه، اول اینا 250 نفر نبودن، 311 نفر بودن. من روز گذشته صحبتی داشتم با آقای سمی صفزه، خبرنگاری که در قطر است، خبرنگار مشهور است. او گفت که وقتی که شورت 250 نفر رفته شده بود، اکثر از اینا محافظ داشتن، بودیگارد داشتن، دستیار داشتن، سکرتر داشتن. شورت حضورار که داده بودن مجموعاً 313 نفر شده بود، 250 نفر نبود. یعنی آدم های دهی جلسه بودن که 200 نفر محافظ و بادیگارد و سکرتر همی که بارشون قابچی و قاببردار و همی چیزا بستن. بود. عکاس و فلمردار و فیسبوک چلوون که و دیگه و دیگه. و یکی دیگه، من یک چیزی که جناب دکتر سمیمینی گفت و احترامی که دارم، مشغول تحصیل هستن، گفتن که طالبان یک گروه توریستی و کوچک هستن. بله، من هم به این باور هستم که گروه توریستی بودن هستن. اما سوالی که پیش من است که جناب رئیس جمهور، منعیسی رهبر افغانستان آقای دکتر غنی، در حدود 1.5 سال پیش در وزارت خارجه که ما هم بودیم، آقای امینی ها را فکر میکنم بودن یا نبودن، اونا دکتر صاحب غنی مذاکرات با طالبان بدون قید و شرط، بدون پیش شرط اعلان کرد و گفت هر چی که میخواهند بگویند. یعنی قیدات وضع نکرد. حال نمیدانم که اینا حال هم از نگاه دکتر سبقینی تروریست هستن یا نه. دوم، همه امریکایی ها که به خاطر همین تروریست زدن به افغانستان آمده بودن، در حدود 6 ماه میشه که معین وزارت خارجه امریکا و آقای خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا به پیش همین طالبان زانو زدن، عذر میکنن. پس اگر ما اینای گروه تروریست هستن، به گفته جناب آقای امینی، با گروه تروریست مذاکره کردن خیانت ملی است. خب در مورد تروریست بودن طالبان شک نیست، اما این واقعیت افغانستان که باید مذاکره اگر باش. اگر وقتی که اینا تروریستن، چرا 14 نفر از اینا را از لستش یا امریکایی ها میکشه؟ چرا دولت افغانستان آماده مذاکره با یک گروه تروریست میشه؟ من تروریست تعریف میکنم، تروریست آدم کش، قاتل، هر کس که با قاتل سر تعظیم پیش میاره جفا میکنه و خونی شده. پس طالبا در این تعریف نمی گنجه آقای سیدی؟ بله بله می گنجه، به نزد من می گنجه. من آماده مذاکره با اون نیستم، می گنجه. ولی کسانی که مذاکره میکنن، کسانی که لست تیار میکنن، کسانی که با اونا اجندا تعیین میکنن، من اونا رو میگم، من مخالفش هستم. حالم تروریست میگم، فردا میگم، 10 سال دیگه میگم. گپ دیگه است که دولت افغانستان بازی ها پیچیده شده در منطقه. یک بار دیگر هم میگم، امیدوارستم که جناب آقای مینار بگن که نه دولت افغانستان برای سرنوشت صلح و جنگ، اولم گفتم حرفی اول و آخر زده میتونه، نه توانش داره و نه صلاحیت تصمیم گیریش داره، نه طالب باشین که بادارای هردو تصمیم بگیرن تا ما نظارگر باشیم.
سپاسگزارم. آقای امینیار، پاسختان در مورد پرسشار که آقای سعیدی مطرح کرد و مجموعی بسایر که در مورد حرفای شما داشتن. خب طور که آقای سعیدی فکر میکنم، من فکر میکنم یک نظر بسیار ضعیف است، یک نظر ملی نیست، یک نظر بسیار پسیف است. اگر ما همه چیز به دست طالبا و به ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر قرار بدیم، پس به عنوان یک ملت مسئولیت ما چی میشه؟ یعنی ما نمیتوانیم که همه مسئولیت به طالبا بدیم یا گروه های دیگر بدیم. ما مسئولیت داریم، ما یک حکومت هستیم در افغانستان، ما نظام داریم. با طالبا موافق نیستیم، اما از جریان مذاکرات و مجموعه حرکت هایی که در این 6 ماه انجام شد دیده شد که تمام چیزها برمیگرده به ایالات متحده آمریکا و نقش حکومت افغانستان خیلی ضعیف است در مذاکرات. خب در این شکی وجود نداره که ایالات متحده آمریکا با حرکات غیر اصولی و مذاکرات غیر اصولی خود با طالبا، قدرت طالبا را افزایش داد. امروز مثلا یکی از مقالای سرنویس واشنگتن اگزامینر ای بود که حکومت زلمی خلیلزاد حکومت پاکستان افغانستان ضعیف کرده، پاکستان قدرتمند ساخته، طالبا را قدرتمند ساخته و ترامپ ضعیف ساخته، موقف ترامپ ضعیف ساخته. یعنی معنای از این است که خود ایالات متحده آمریکا هم به باور است که طوری که مذاکرات با طالبا صورت گرفت، این یک مذاکرات غیر اصولمند بود، به خاطر که طرفای جنگ دولت افغانستان و طالبا است و خسارات ملت افغانستان میده. شما چگونه حکومت افغانستان از این قضیه بیرون میکنیم؟ بیرون کردن حکومت افغانستان، نظام افغانستان به معنای ملت افغانستان است. درست است آقای امینیار، اگر شما میگین که خب آمریکایی ها، خود دولت آمریکا هم به این باور است که طالبا و پاکستان در نتیجه مذاکرات موجود تقویت شده، اما ایره هم میپذیرین که حکومت افغانستان در فقدان برنامه صلح به سر میبره؟ شما دیدین از زمانی که مذاکرات شروع شد تا کنون چندین بار برنامه های صلح حکومت افغانستان تغییر کرد و با برنامه های گوناگون به خاطر مذاکرات تلاش کردند که با گروه طالبان به پیش بره. مثلا کنفرانس کابل که بدون قید و شرط آنچه که آقای سعیدی هم شراکت پیشنهاد داد رئیس جمهور بر گروه طالبان، بعد از اون زمانی که از سوی زلمه خلیلزاد حرکت ها شروع شد، دیدن که آیت مذاکره کننده تعیین شد، یک شورا دو زمان ترتیب شد که بازو جلسهش ترتیب نشد، اکنون آیت مذاکره کننده فرستادن 250 نفر و مجموعه حرکت های زگزاگی حکومت افغانستان انجام داد. فضای ایره باید بدانیم که فضای روابط بین الملل و سیاست بین الملل یک فضای متحرک است، داینامیک است. شما نمیتوانین که مثلا یک سیاست پابرجا و باثبات داشته باشین در همه امور. وقتی که حکومت افغانستان میبینه که پروسه صلح را اسلام آباد و طالبا با گروه های هایجکت میکنن، ای را میبرن، اختطاف میکنن این پروسه را، پروسه ملی را میبرن، یک پروسه زیر چتر اسلام آباد مطرح میکنن، حکومت افغانستان مجبور میشه که سیاست متقابل نشان بده و ای هر حکومت مستقل باید این کار انجام بده. این کار نادرست نیست. امروز هم وقتی که گروه های خواستن که نشست قطع شوند، ای با گفته های و برخی بودن که تا دیروز میگفتن که خب ما میخواییم که لوی جرگه داشته باشیم و بعدا گفتن که باید نشست داشته باشیم، حالا میگن که خب حکومت مقصر هستن. طالبایی که مثلا دیروز یک نشست مختصر را قبول نکردن، امروز یک نشست بزرگ را قبول نمی کنن و فردا هم متیقن هستم که نشست ها را میخواییم که به زعم خود تغییر بتن. اما ایره فراموش نکنین که طالبا مقصر اصلی لغو نشست قطر حکومت افغانستان میدانه با می فرستادن همی یک لست بسیار طویل از مذاکره کننده. من نمیفهم که ما چرا به عنوان یک ملت معتقد به گفته های طالبا بیشتر به حکومت و نظام خود هستیم. این زوال یک ملت نشان میده که چنین بینش داشته باشیم. طالبا از حرکات و عمل کردش معلوم میشه که یک گروه تروریست است و یک گروه تروریست هم امروز عملی که بالای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجام یافت، یکی از نمونه های وحشت است که طالبا انجام میده و کوشش میکنه فشار را وارد میکنه که حکومت افغانستان سقوط بته و متاسفانه برخی اشخاص، افراد نافهم ناسنجیده با زعم طالبان، با دول طالبان، اینا سیاست نافامیده و علی سخن به عنوان سخنگوی طالبا خود مطرح کردن.
من فکر میکنم که این مردم جفای بزرگ را به ملت انجام میدن. پلانی که طالبان داشت و اسلام آباد داشت این بود که کفای افرادش خاص باید در نشست سال قطر بروند، اونا یا سمپاتیزران طالبان باشند یا بروکران طالبان باشند و یا کسانی باشند که فاقد اراده باشند که سخن بتانند گفته و طالبان را بتانند نقد کنند و یا دیدگاه ملت به طالبان در نشست بگویند. شما وقتی که وقت دولت میبیند که اوتو یک اشخاص افراد را طالبان برمیگزیند و دولت قطر هم در این قضیه داخل است و همهش برمیگرده به سیاست های نامرئی و مرئی اسلام آباد که امروز معلوم دارم است به همگی، دولت افغانستان مجبور بود که یک حرکت سیاسی انجام بده و این لیست هم به نظر ما یک حرکت سیاسی، یعنی شما میگید که یک حرکت سیاسی بود از سوی حکومت افغانستان و میپذیرین که حکومت افغانستان همی صدمه رسان برای مذاکرات بین افغانی دوها؟ و هیچ عنوان ما دو را داریم، یکی است که ما طالبا بیاین به شکل فاتحی و افغانستان ما به پتنوس تسلیم کنی به طالبا و یک نظام طالبانی زیر چتر اسلام آباد با وجود بیا و یک راه است که ما واقعیت سر پاکستان و طالبا فشار وارد کنیم تشکر بیاین به صلح هم بتن یک صلح همشمول آبرومندانه و یک سال پایدار با وجود بیا و این کار است که حکومت افغانستان میکنه و ما حمایت میکنم. تشکر آقای امینیار. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. خانم ارشاد، آنچه که آقای امینیار گفت در پیوند به حرکت های تکتیکی و سیاسی حکومت و گفتند که این میتونه که زمینه ساز برقراری صلح پایدار در افغانستان باشه، شما موافق هستین با این؟ نه خیر، متاسفانه موافق نیستم. ما پیشتر شروع کردم که وقتم به خیلی پوره شد که در این قسمت همون که میگن صدا از یک دست نمیبره، مردم ما ملامت است در انتخاب رهبر، در انتخاب وکیل، در انتخاب رئیس جمهور، در انتخاب همه چیز ما وکیل ها ملامت هستیم، در انتخاب رای دادن به وزیرا سیاسیون ما ملامت هستن که بدون از اینکه امی حد اقل امو ظرفیت امو هوتل امی دیدن که نفر معرفی میکردن. رئیس به جمهور ملامت است که چرا ابو 250 نفر قبول کرد، 20 نفر از بینشان قبول میکرد. امروز که چند بار گفته شد که طالبا و لست رد کردن، شما اگه یک دفعه گوگل کنین امی میزبان، متاسفانه نامش از یاد رفته، من پس آن گوگل میکنم در وقفه، میزبان امی نشست گفته بود که نمی هتل همه ظرفیت نداره. گفته سعیدی صاحب خب باز نفرای دیگه هم که چون میرفتن 250 نفر خب نبود، گفته بود که ما یک تعداد کم مردم اگه برای ما روان کنید رسید غیر از دیدیم و تلا مقه ظرفیت نیست که خدر دفر ما نگاه کنیم. واضح در گوگل هست و رو میتونن هر کس مطالعه کنن. دومی که ما واقعا منعیس یک ملت باید همیشه در طرف حکومت خود استاد باشیم، نه که سخنگوی طالب باشیم. اما بعضی واقعیت هست، این واقعیت ها رو ما نمیتونیم که حقیقت، البته واقعیت هم نه که حقیقت است، ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. اول خو در جهان به اثبات رسیده که هر گروه چریکی که است جنگ چریکا موفق تر است از نظام کده. این ما بخوایم نخوایم، مجاهدین هم تو بود و امکاناتی که مجاهدین داشتن و امکاناتی که دولت دکتر نجیب داشت به مراتب امکانات دکتر نجیب زیاد بود، اما مجاهدین جنگایشان پیروزمندانه بود. این نگاه پیجه سر طالبان است، این کس همی قوت جنگی یا قوت چریکی یا دادن سلاح کدام قندی پشمک یا لالی پاپ نیست که امریکا یا پاکستان در دست طالب بتا بگه بگی تو قوی شوی رو بخو که قوی شوی. او خو همو چریک خودش، همو سیستم جنگی خودش، همی که در کوه هستن، همی که نامعلوم هستن، او دست بلندی رو برشان داده، یعنی دست طالب ها فعلا بلند است و این در جهان هم مترسنا در افغانستانه که گروه های چریکی دست بلند می داشته باشه در جنگ. اینال وقتی که این رقم یک موضوع است، ما نمیتونیم که مثلا من که به صلح احتیاج دارم برای اینکه اعضای فامیل من در وقت کمونیست کشته شد، در وقت مجاهدین کشته شد، در وقت طالبان کشته میشه، امی من بیچاره، من وقتی که من میگم تنها من هزار یک مادر دیگه افغان از این وطن، امی ما بیچاره چی گناه کردیم؟ ما خصال هم میخواییم به ما چی که رئیس جمهور پیش کس زاری میکنه نمیکنه، زیر پای کس میفته خلیلزاد زاری میکنه، هر آن کاری که میکنن بکنن برای ما صلح بتن. ایناله صلح که ما میخواییم اتصال فرمایشی خود نمیشه. ببینین بعد سال 2015 که آخرین نشست حکومت افغانستان دکتر صاحب غنی رفت پاکستان و مرگ اعلان مرگ ملا عمر باعث شد که دیگه مذاکرات به تعویق بفته، اولین چانس طلایی بود برای ما
که ما گپ بزنیم. ما نمیتونیم اینا. آقای امینی گفت ما چطور میتونیم با این گروه تروریستی سرخم کنیم و یک حکومت را بخوایم که زیر چتر اسلام آباد باشه و ما باید با تقویت نظام خود همکارم را باشیم. 100% ما که سر ما بره سر ما سر از این نظام خود استاد هستیم. اما اگه ما امی کار نکنیم، مذاکره با طالب نکنیم، آیا آقای امینی، آیا امی دوستای ما که اولادش کلش در امریکا و در خارج هستن، این امی ها میشه که بیاین افغانستان خیلی بجنگیم دیگه؟ ما دو را داریم، یا باید بجنگیم که طالب یا صلح کنیم، کدامش هم میتانیم، اون مهم است. اگه قرار بود که ما میتانستیم بجنگیم، اولش من میجنگیدم. خود نمیتونیم ثابت شد که نتونستید. یعنی در وضعیت فعلی امکان جنگ وجود نداره؟ شما میگوارید که بر نحوه شما باید با گروه طالبان صلح شد. قربان شما، می امریکای کافر برای ما 500 داد گو برای عسکرت نان بده، او بده بوت بخر، 4 فصل لباس برش بده، کمپل برش بده. ما رفتیم اون 500 رو گرفتیم برای خود بلند منزل آباد کردیم. حالا دلیل که حکومت افغانستان با می پروسه صلح موجود مخالفت داره و به نحوه برازی موانع ایجاد میکنه، من دلیل اصلی از دید شما چی است خانم ارشاد؟ نه من هیچ چیز نمیبینم که تنها حکومت مخالفت ایجاد کنن. حکومت اگه مخالفت ایجاد میکرد باز میایم به 2015 میدیم. دکتر غنی خودش نرفت به پاکستان، مردم ملامتش نکردن، نگفتن که دکتر غنی رفته به دستبوسی چی. وضعیت خانم ارشاد از اون زمان تا کنون تفاوت میکنه. دو زمان اکنون آل گفته میشه که آقای غنی همی بقای نظام خود در خطر میبینه. بله. به خاطر موافقت مذاکرات میایم به قسمت وقتی که وجه دکتر غنی رو مردم ملامت کردن، اولش من گفتم خدا کنه که راستی هم دکتر غنی بره دست طالب و بوسه برای ما سالا بیاره موق گفتم. آل باز میگم اینا چی تغییر با وجود آمده؟ اینجا مسئله انتخابات ریاست جمهوری است، اینجا مسئله مذاکرات سال جریان داره، اینجا است که مردم هم یک کمک فشار زیادتر سر ارگ وارد کرده. اگه دکتر غنی از قاطعیت کار نگیره، تصمیم درست نگیره و اینمی نشست دوباره سربراه نکنه، باور کنین که یک شکست کلان بر دکتر سبغنی خواهد بود و بسیار نامش مورد سوال قرار خواهد گرفت. این نشست بخوایم نخوایم برای ما بسیار ضروری بود. باز تکرار میگم، کسایی که میگن که ما امرای طالب صلح نمیکنیم، لطفا یکی خواست پشت فیسبوک های خود براین بیاین خیلی جنگ کنن، یکی هم از خارج بیاین کابل دیگه. نه اینکه اینجا اولاد ما جنگ کنه، اولاد سیدی سب جنگ کنه، برادر خودت کشته بتا، اون بزرگوارایی که در خارج چیشتر زمین گفتن تروریست است طالب ما کرد صلح نمیکنیم. ما میفهمم که تروریست است، خو امروز به خاطر که دست بلند سرم داره برای اینکه اولاد دیگه من نکشه، یک شخو کش، دو تا را کش، چهارم پنجمش نکشه، بیا خیلی صلح کنیم. اما تو که کمونستا رو بخشیدیم در قتل اولاد خود، اما تو که مجاهدین رو بخشیدیم در قتل اولاد خود، یارو میبخشیم. اما طریقش و کلیدش در پیش دکتر سبغنی است و این کارو باید دکتر سبغنی بکنه. تشکر، سلامت آقای سیدی. شما مجموعه حرفای آقای امینیا رو هم شنیدین، از خانم ارشاد هم شنیدین. در مورد امی دورنمای صلح با توجه به یک شگاف بسیار کلان و عمیقی که بین حکومت افغانستان و گروه طالبان است، هرچند طالبان تنوز هم حاضر نشده که به شکل رسمی با حکومت افغانستان مذاکره بکنه، حکومت افغانستان هم مجموعه تلاش ها را میکنه و حرکت های سیاسی را گفته آقای امینی را انجام میده در برابر گروه طالبان. جوابتون بعد از وقفه کوتاه میگیریم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. به ادامه بس خوش آمدید. آقای سیدی بفرمایید. حکومت افغانستان زیاد تلاش کرد، اصرار کرد، پافشاری کرد که با طالبان مستقیما مذاکره کنه که من مذاکرات مستقیمی طالبان را با دولت یک حق دولت میدانم و دولت را دور زدن مذاکرات با دیگه کس کدر نه علمی است، نه منطقی است، نه سیاسی است. اما دوستای استراتژیکی حکومت افغانستان یا دولت افغانستان، ایالات متحده امریکا و حامیان طالبان حکومت افغانستان دور زدن، رفتن به پیش طالبان زورو زدن. اگر آقای زلمه خلیزاد میگفت که طالبان ما زمانی با شما مذاکره میکنیم که با دولت افغانستان مذاکره کنین، این مذاکره میشد. یعنی من که گفتم تضادی، یعنی زمین سوزی شده به خاطر ضعف و ناتوانی حکومت. حالا هم امریکایی ها، هم پاکستانی ها، هم قطر که جناب امینیان صاحب میفهمه که تضادی بین قطر به خاطر اخوان المسلمین، بین امارات که دوست حکومت افغانستان به خاطر سلفی بودن چقدر وجود داره، حاجت توضیح و گپا نداره. حالا همی دوستای بین المللی ما به شمول قطر تو بدادن به میدان طالبا، طالبا به مسکو رفت، طالبا به قطر و طالبا حالا از طالبا به اصطلاح تفلکا بابا جور شده. حال طالبا یعنی حکومت افغانستان حالا باید سعی کنه که طالبان ما رو میپذیرن یا نه. طالبان با ما مذاکره باید زمینه ای تا ساخته میشد که حکومت افغانستان طالبان رو میپذیرن یا نه.
یک چیز دیگر هم که شما من خیال میکنم این مذاکرات حالا به بنبست رفته. من یک شوخی اگه اجازه باشه بکنم، همین 250 نفر که 313 نفر گفتم مجموعاً همین دولت افغانستان همینا اگر همینقدر وطن دوست بودن حداقل 197 نفرش از بردا بود، میگفتم 50 تا شما خوب یک جبهه تخار برین، همین 50 تا شما خوب جبهه قندهار برین، سه کو چقدر گریز گریز میشد. سیاست کردن و لاف زدن و با مذاکره کردن، همین آقای غنیم گفتم 50 نفر شما برین امروز به درگاه تخار 20 نفر فرد سرباز ما شهید شده، به حضور دوا برسونین، خون برسونین. والله اگه یک میرفت، اکثر از اینا به خاطر تحفظ بلدگاه و به خاطر تحفظ دارایی خو رفتن. و جناب رئیس جمهور هم همیشه با همه کسایی که مذاکره میکنه که ته اضافه تر از 3 دهه عامل جنگ، عامل بدبختی و عامل ویرانی این کشور بودن، گلهای سرسبد اونا هسته. جناب آقای غنی کمتر به دانشمندا باست. من به شما یک لیست میگم، هدف من باز نیسته. یک کسی از اشتراک کنندگان جرگه 15 نفر از استادای پوانتون پیشنهاد کرده بود بکی از استادای پوانتون 5 نفر بگیری. لیست پاره کردن که استادای پوانتون چی است؟ بره درس خود بده، باش که شاپیره بره و گلمکه بره و افه میخوام خانم شاشته بیبی خردک بره و خوندنی که میر مفتون کرده بود که شاپیره اینا بره. ایتو سیاست بیرو، ایتو دولت بگوین گل آقا نره، شیر آقا نره، خند آقا نره، خیر گل پیره شاپیره بره، خلال در اولاد خود که تشکی کردن شیر آقا گل آقا وقتی که میره بزرگ بلند منزل بخاری. تشکر، تشکر. با توجه به حرکت های مشکوک حکومت افغانستان در پیوند و مذاکرات صلح، اقدامات خودخواهانه گروه طالبان در پروسه صلح، نقش مبهم ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای حامی حکومت افغانستان در مذاکرات، آیا دورنمای خوب برای مذاکرات صلح و کامیابی صلح در افغانستان وجود داره و یا هم نه؟ بنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمونم میپرسم آقای امینی آردن، خود شما بفرمایید. خب قبلا ما این را بگویم که صلح ارمان مقدس است، به این مفهوم نیست اگر من میگم که طالب تروریست است و خطبا تروریست است که ما خلاف صلح هستم. وقتی ما تو صحبت میکنیم در رابطه با صلح به معنی از این است که گنجایش صلح داره و راه حل جز صلح وجود نداره. کسی که دشمن صلح هست دشمن خداوند و رسول و ملت افغانستان است. و به خانم ایله ارشاد میگم که ما استاد اکادمی ملی نظامی بودیم، سالها در افغانستان رزمیدیم و من میفهمم درد ملت، میفهمم. من فردا باز دوباره به افغانستان میایم، اینجا به خاطر تحصیل هستم، اینجا به خاطر زندگی کردن نیستم. ما از اشخاص نیستیم که قربانی نداده باشیم، ما قربانی را درک میکنیم. چند روز قبل یکی از فامیلای ما شهید شد در افغانستان. هدف اساسی است که مردم مملکت باید بدانند که ما نباید تاریخ دکتر صاحب نجیب اینجا دوباره تکرار کنیم. دکتر صاحب نجیب دوامدار به صورت دوامدار اظهار کرد که مجاهدین معتقد به صلح نیستن، اینا برنامه به حکومت ندارن و دولت ندارن و وابسته به پاکستان هستن. همان طوری که پیش بینی کرده بود انجام شد. امروز آقای رئیس جمهور اشرف غنی هم با دسترس اطلاعات کامل و دقیق کتاب فرمان آقای منیار وقت ما کم است برای ملت افغانستان میگه که صلح گذرا نتیجه نداره، صلح دائمی، صلح با عزت و همه شمول نتیجه دار است. اما ملت افغانستان که این اگر درک نمیکنه، من فکر میکنم یک تکرار اشتباه تاریخی را دوباره تکرار میکنه و این یک جفای خواهد بود. تشکر خانم ارشاد، شما هم کوتاه فرمایید. خب بالاخره تصمیم نهایی از دولت ماست و کسایی که رفته بودن زمینه را برابر میکنن که با دولت گپ بزنن طالبا. یک موضوعی که میخوایم در مجموع بگویم این میره، باید ما از خود سوال کنیم که ما صلح هم میخواییم یا ادامه جنگ. اگر صلح هم میخواییم باید یعنی مذاکرات بکنیم، اگر نمیخواییم باز تکرار میگم من مقصدم تنها سر امینیار صاحب نبود، همه مو کسایی که میگن جنگ شوه و خیر ادامه پیدا کنن اونا بیاین جنگ کنن. و گفته سیدی صاحب بسیار خوشم آمد که یک دفعه می دکتر صاحب غنی مثل داود خان رو سفربری بود چی بود که اعلان کرده بود، اعلان کنه اگه یک نفر گفت که عزیز به ما چرا کس نرفته و یک نفر کم بوده زیاد، یک نفر ولا گازر شوه. خب برای چکر و برای سفر باز کل گازر رو آماده است. آقای سیدی کوتاه فرمای شما. من خیلی تشویش ندارم که صلح و مذاکره نمیشه. اگر بیرونی ها بخواین
هم حکومت افغانستان با عجله حاضر به مذاکره میشه هم طالبا میشه. اگر نخواهن این منبست دوام میکنه، ولی یک گب آخر میشه هستی. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ میفروشن، دلی من به شیشه سوزد، همه سنگ میفروشن. سپاسگزارم خانم ارشاد، آقای سیدی و آقای دکتر ظریف امینیان از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. و از شما هم تشکر می‌کنم عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.